تست شماره 22 بچه ها باز هم 1 به 4 هستش. ابتدای عبارت همو نگاه میکنم میبینم که فعل کانه به کار رفته. تا فعل کانه رو دیدی باید بیای جلوتر ببینی که چه فعل دیگه ای وجود داره که کانه با اون فعل اصلی با هم دیگه ترجمه بشن. نگاه میکنیم قد وقع، کانه ماضیه، قد وقع ماضیه، ماضی در ماضی میشه ماضی دور، یعنی ماضی بعید. خب گزینه یک گفته واقع شده بود، این درست. دومی قرار داشت، نادرست. سومی واقع شده بود، درست. چهارمی واقع بود، نادرست. پس به وسیله دانشمون که ماضی استمراری رو تشخیص دادیم، دو تا گزینه رو حذف کردیم. این دو تا گزینه‌ای که باقی مونده رو با همدیگه قیاس کنیم ببینیم که اختلافش کجاست. تا این قسمت که یکسانن، از اینجا به بعدش کسی جز دو جوان نتوانست بالا برود، بنابراین فقط جوانان توانسته بودن از آن بالا، از آن بالا بروند. بچه ها عبارت رو نگاه کنید، عبارت توش الا وجود داره و منفیه. هرگاه در عبارتی الا دیدیم، قبل از الا منفی بود و مستثنا منهشم محذوف بودش، میتونیم به صورت مثبت ترجمه کنیم، کلمه فقط درش به کار ببریم و میبینیم که در گزینه 3 این اتفاق افتاده. نگاه کن، فقط جوانان توانسته بودن از آن بالا بروند. صعود اینجا الان به صورت فعلی ترجمهش کردیم، هیچ ایرادی نداره، ولی که بچه همین ضمیری که الان دورش خط کشیدم و نگاه کنید، در این عبارت اصلا آورده نشده. خود این میتونه ما رو به جواب برسونه، ولی اینجا در عبارت ترجمه شده. چرا به صورت مثبت ترجمه کردیم؟ چون الا داشتیم، قبلش هم، قبل از الا هم جملمون منفی بودش. پس میتونیم به صورت مثبت ترجمه کنیم، کلمه فقط رو هم در عبارتمون داشته باشیم. در گزینه 3 این اتفاق افتاده، پس جواب معلوم شد. گزینه 3 پاسخ تست شماره 22.